درسی هشتم سی سیم و همان قرآن کلام پروردگار است. به طرز قول و رفتار آغاز گردیده و به پیامبرش به طریق وحی نازل گردیده است و مؤمنان حق بودن قرآن را تصدیق نمودند. همچنین آنها یقین کردند که قرآن در حقیقت کلام الله بوده، مثل سخن مردم آفریده شده نیست. بنابراین هر کسی که آن را شنیده گمان کند که کلام بشر است، حقا که کافر شده است. و همچنین پروردگار چنین انسان را مذمت و سرزنش نمیده، از دوزخ بیم داده است، زیرا که الله تعالی فرموده است زود است که او را شخص تکذیب کننده را به دوزخ میدرارم. پس وقتی که پروردگار برای شخصی که در مورد قرآن چنین گفته که البته قرآن جز قول بشر چیز نیست، بیم جهنم داده است. دریافتیم و یقین کامل حاصل نمودیم که قرآن کلام خالق بشر بوده، با قول و گفتار آدمان شباهت ندارد. یعنی قرآن در حقیقت کلام پروردگار بوده، از او سرچشمه گرفته است. نمیدانیم که چگونه الله تعالی به آن حرف زده، ولی قرآن حقیقت کلام است. کلام از سخن گفتن یکی از صفات کمال و عظمت حق تعالی است و نقص و مقابله آن حرف نزدن صفت نقص و عیب می باشد که پروردگار بزرگ از آن پاک است. الله می فرماید و سخن گفت پروردگار به موسی سخن گفتنیه، سوره نساء آیت 164. بنابراین این کلام صفت پروردگار بوده، به کیفیت و طریقی که به کمال و جلالش شایسته باشد از او در می آید. و همچنین قرآن کلام و سخن الله تعالی است، چی طوره که الله فرمود و اگر یکی از مشرکان به او پناه آورد، پس او را پناه بده تا هنگامی قرآن را بشنود، سپس او را به معنا و منزلش برسان، سوره توبه آیت 6. یعنی مقصود از کلام الله قرآن کریم می باشد. از این رو قرآن سخن حقیقی پروردگار بوده، به طریق وحی آن را به پیامبرش محمد صلی الله علیه و سلم فرو فرستاده و بندگان مؤمن وحی بودن قرآن را تصدیق کرده بودند و یقین کامل حاصل نمودند که قرآن واقعا سخن پروردگار بوده، مخلوق و آفریده شده نمی باشد. زیرا این صفات ها جزئی از ذات به حساب می روند. به صفات الله تعالی چون ذات او قدیم بوده مخلوق نمی باشد، ولی سخن آدمان مثل ایشان پیدا شونده و مخلوق می باشد. هر کسی که چنین پندارد که قرآن سخن بشر باشد و آدمان است، پس او کافر به شمار می رود و در حقیقت پروردگار او را داخل آتش دوزخ می نماید، طوری که می فرماید و گفت این قرآن به جز سحر و بیان سحرانگیز وجود چیزی نیست. این آیت ها گفتار بشر بیش نیست. ما این منکر و تکذیب کننده قرآن را به کیفر کفر به آتش دوزخ برافکندیم. بنابراین وقتی که مؤمنان دیدند که پروردگار منکر قرآن را که گفته این گفتار بشر است به آتش دوزخ کیفر می دهد، دریافتند و یقین نمودند به اینکه همان قرآن کلام خالق بشر بوده و گفتار آدمان به او شباهت و مانندی ندارد، بلکه همه صفات پروردگار از صفاتهای مخلوقاتش فرق دارد، چطوره که ذات الله تعالی از ذات مخلوقات و آفریده هایش گوناگونی دارد. خلاصه قرآن در حقیقت کلام پروردگار بوده، مخلوق و آفریده شده نمی باشد و هر کسی که پین دارد که او قرآن گفتار بشر و آدمان است، بشک کافر می‌گردد.